چرا ایالات متحده این بار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع آتش بس در غزه را وتو نکرد؟ عدم پذیرش قطعنامه از سوی اسرائیل برای این کشور چه پیامدهایی خواهد داشت؟ سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه آتش بس در نوار غزه را با 14 رأی موافق به تصویب رساند. این قطعنامه خواهان برقراری آتش بس فوری و پایدار در منطقه، آزادی گروگان‌های در بند حماس و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه است. با این حال اسرائیل تن به پذیرش قطعنامه نداده و مقام‌های آن کشور در اظهاراتی قاطعانه بر نابودی حماس و آزادی گروگان‌ها تا آخرین نفر تأکید می‌کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید عدم پایبندی به قطعنامه شورای امنیت با موضوع آتش بس در غزه نابخشودنی است. اگر اسرائیل همچنان بر موضع سرسختانه خود پافشاری کند، آنگاه تکلیف حمایت‌های غرب چه خواهد شد؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان باشید. آقای صدرزاده، در مقدمه گفتگو گمان کنم از این شروع کنیم که چرا این بار ایالات متحده قطعنامه آتش بس رو وتو نکرد؟ علتش این است که آمریکا تحت تاثیر افکار عمومی جهان قرار گرفته، چون در حقیقت در خیلی از جوامع غرب هم نحوه رفتار نتانیاهو در این جنگ مورد انتقاد شدید قرار گرفته. شما میدونید که خیلی از کشورهای اروپای غربی تظاهرات وسیع انجام میگیره علیه نحوه رفتار ارتش اسرائیل با مردم غزه. از طرف نباید فراموش کرد که در درون حزب دموکرات آمریکا هم عده زیادی مسلمان فعال هستند و به خصوص سفر اخیر آقای بایدن به شیکاگو که اونجا جامعه بزرگی از مسلمانان هست نشون داد که مسئله مسلمانان آمریکا به یک فاکتور مهم در انتخابات آینده آمریکا تبدیل خواهد شد، چون تفاوت مثل دفعه قبل تفاوت آقای بایدن و ترامپ زیاد نیست و رأی مسلمانان آمریکا میتونه تاثیرگذار بشه. به همین علت هست که میبینیم که رفتار دستگاه سیاسی آمریکا نسبت به نتانیاهو عوض شده و حتی چندین بار صراحتا آقای بایدن گفته که مخالف به حمله وسیع به شهر رفح و غزه هست و خانم کاملا هریس معاونش هم با صراحت بیان کرد که این اعمالی که اسرائیل در غزه انجام میده با سیاست‌های آمریکا همخوانی نداره. همه اینها باعث شد که آمریکا در پیشنهادی که کشورهای ده عضو به اصطلاح غیر متعهد شورای امنیت قطعنامه را آورده بودن رأی ممتنع بده تا اجازه بده که به هر حال این قطعنامه تصویب بشه. و ولی خب تصویب این قطعنامه هنوز به معنای به هیچ وجه به معنای پایان جنگ نیست، بلکه برعکس میتونه تاثیر معکوس هم داشته باشه. فکر میکنید چطور شد که حماس این بار تن به آتش بس داد؟ آقای صدرزاده، حماس هنوز تن به آتش بس نداده. حماس استقبال کرده از این قطعنامه سازمان ملل. حماس اصلا حضوری نداشته در شورای امنیت که بخواد موافقت یا مخالفت بکنه. حماس پس از تصویب این قطعنامه که خواهان مثلا آتش بس شده بود و خواهان این شده بود که حماس گروگان ها را آزاد بکنه، بلافاصله اعلامیه‌ای داد و در حقیقت نحوه این اعلامیه طوری بود که حاضر نیست از خواستهای اصلیش عقب نشینی بکنه و تقریبا همون خواستهای قبلی رو تکرار کرد که ما به هر حال روی مواضع قبلیمون هستیم. اینه که اتفاقا یک روز بعد از این تصویب وضع در غزه بدتر شده، جنگ ادامه داره حتی تا حدودی شدیدتر و الان هم اعلامیه‌هایی که از جانب حماس اعلام میشه بیانگر این است که حتی مذاکراتی که بین حماس و مقامات اسرائیلی در دوحه بر سر آزادی گروگان‌ها انجام می‌گرفته، اونها هم مثل این که به شکست انجام میده. اسرائیل هیئت نمایندگیش رو باز پس خواسته، حماس هم گفته که اسرائیل حاضر نشده به خواسته‌هاش پاسخ بده. پیرو صحبتتون آقای صدرزاده، چرا اسرائیل زیر بار پذیرش آتش بس نمیره؟ صرفاً آیا فقط مسئله گروگان‌ها در میونه؟
مسئله گروگان ها هست. اتفاقا اگر میخواست گروگان ها رو واقعا آزاد کنه باید این آتشبس رو انجام میداد، ولی فکر میکنم که علت دو سه علت اصلی داره. یکی علت واقعیش این است که نتانیاهو هدفش رو گذاشته نابودی حماس، و نابودی حماس کار بسیار مشکلی هست، و همین علت هم گفته که شاید این جنگ سالها طول بکشه تا ما حماس رو نابود بکنیم. دوم این که خود نتانیاهو به عنوان نخست وزیر فکر میکنه که ادامه جنگ به نفع اهداف سیاسی خودش و حزب خودش هست، چون به هر حال میدونید که مشکلاتی داره در درون جامعه اسرائیل. آقای نتانیاهو در انتظار یک محاکمه قضایی بوده، و چون افکار عمومی اسرائیل واقعا خواهان این هست که به هر حال این جنگ با حماس به ترتیبی ادامه پیدا کنه یا وضعی به وجود بیاد که حماس دیگه به قدرت نرسه، داره از این احساس اسرائیلی ها استفاده میکنه و به این جنگ ادامه میده. امروز هم خیلی از روزنامه های اسرائیلی انتقاد میکنن به نتانیاهو که با ادامه این جنگ و با مخالفت با آمریکا در حقیقت داری رابطه استراتژیک ما رو با آمریکا به خطر میاندازی. نپذیرفتن قطعنامه شورای امنیت برای اسرائیل چه پیامدهایی داره آقای صدرزاده؟ بلاواسطه پیامدهایی نخواهد داشت، چون به هر حال همونطور گفتم رابطه آمریکا و اسرائیل انقدر استراتژیک و مهم هست که درست نیم ساعت پس از تصویب این قطعنامه سخنگوی شورای امنیت دولت آمریکا اعلام کرد که روابط ما با اسرائیل به هیچ وجه تعویض نخواهد شد. حتی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسیده بود اگر اسرائیل عمل نکنه به این قطعنامه یا ارسال اسلحه رو به تعویق میاندازید، صراحتا پاسخ داد نه، چنین کاری نخواهیم کرد. بنابراین اتمسفر روابط آمریکا و اسرائیل عوض خواهد شد، ولی در بنیان تغییری نخواهد کرد، به خصوص که دیگه بعد از اینکه حماس هم رد کرده خواسته های آزادی گرگان ها و اینها، بهانه هم به دست آمریکا هست که اون سیاست قبلیش رو خیلی بازتر در مورد اسرائیل پیش ببره. ولی به هر حال اون چی که در بین روابط اسرائیل با آمریکا قابل به اصطلاح مشاهده هست این است که دو شخص رؤسای این دولت ها، یعنی به نتانیاهو و بایدن، با هم دیگه رابطه شخصی بسیار بدی دارن، رابطه خوبی اصلا ندارن. مدت ها اصلا آقای بایدن حاضر نمیشد با نتانیاهو تماس بگیره، ولی سیاست نتانیاهو اصولا داره طوری میشه که مجموعه به اصطلاح دولت آمریکا رو صرف نظر از دموکرات و جمهوری خواه رو مورد یک مشکلاتی قرار میده. پریروز حتی دونالد ترامپ گفتش که اسرائیل بایستی نتانیاهو بایستی سریعا این جنگ رو تمام بکنه. یعنی در حقیقت با نتانیاهو هم چند با ترامپ هم آقای نتانیاهو چندان بی مشکل نخواهد بود. شما فکر میکنید جمهوری اسلامی در این شرایط چه نقشی میتونه بازی کنه آقای صدرزاده؟ از نظرتون اعمال نفوذ ایران در روند تحولات غزه میتونه تعیین کننده باشه؟ در روند تحولات غزه خیر، ولی جالب هست که همین امروز یک روز بعد از تسلیم قطعنامه اسماعیل هنیه به اصطلاح رئیس کمیته سیاسی حماس به تهران رفته با امیر عبداللهیان صحبت کرده. ظاهراً صحبت از البته ما دقیق نمیدونیم چی گذشته بین این دو تا، چون به هر حال چیزی نخواهند گفت که چه گذشته، ولی در حقیقت برای بیان این که خب اگر این آتش بس صورت نگیره احتمالاً حماس به کمک‌های دیپلماتیک و مالی بیشتری نیاز خواهد داشت، و ظاهراً ایران هم سیاست حماس رو حتی سیاست مخالفتش با به اصطلاح این آتش بس و مخالفتش با آزادی گروگان‌ها رو هم پشتیبانی میکنه ازش، چون به هر حال در خدمت سیاست عمومی خاورمیانه جمهوری اسلامی هست، چون به هر حال این باعث میشه که تمام برنامه‌هایی رو که اسرائیل برنامه‌های دیپلماتیکی رو که اسرائیل در خاورمیانه داشت، از جمله به توسعه اون پیمان ابراهیم به اصطلاح و ایجاد رابطه با کشورهای عربی بیشتر،
با ادامه این جنگ غزه از آن اونها به تعویق افتاده. اصلا یک کسی صحبت از رابطه عربستان و اسرائیل نخواهد کرد و همه اینها به نفع سیاست منطقه جمهوری اسلامی. در آخر آقای سعدزاده به ما بفرمایید در صورتی که اسرائیل به حملاتش ادامه بده به نظر شما تکلیف حمایت‌های غرب چه خواهد شد؟ همچنان آیا فکر می‌کنید از این حمایت‌ها برخوردار میشه؟ شاید لفظاً و زبانن کمتر بشه حمایت از اسرائیل. همین الان وزیر امور خارجه آلمان در اسرائیل هست و ادبیاتی به کار برده که بیشتر به اصطلاح تازه هست، نبوده این ادبیات ها در روابط آلمان و اسرائیل، آلمانی که متحد بسیار بسیار محکمی هست برای اسرائیل. ولی از نظر استراتژیک اون کشورهایی که رابطه خوبی با اسرائیل دارن چندان تغییر نخواهد کرد، چون روی اسرائیل محاسبات دیگری هم میکنن، به خصوص این که رفتار اسلامگراها در رفتار حماس و رفتار جهاد اسلامی به اصطلاح بهانه خوبی هم، دلیل خوبی هم به دست کشورهای غربی میده که ما در این حال با خطر عمده معنی تروریسم اسلامی روبرو هستیم و علت به اصطلاح عدم نزدیکی اسرائیل و فلسطینی ها این اسلامگراهای تندرو هستند. از طرف دیگه غرب در این که از نظر مادی و به اصطلاح از نظر استراتژیک از اسرائیل دفاع میکنه، در این حال با تکرار این موضع همیشگیش که ما خواهان تشکیل دولت بر یک سرزمین هستیم و دولت خودگردان بایستی قدرت بگیره، در حقیقت این شبهرم از بین میبرن که گویا به هیچ وجه طرفدار مسئله فلسطین نیستن. همین الان خانم بربوک وزیر امور خارجه آلمان که در تلاویب هست، قبل از اینکه با وزیر امور خارجه آلمان مقابل اسرائیل ملاقات کنه، رفته با محمود عباس ملاقات کرده و بسیار از مواضع محمود عباس پشتیبانی کرده. میخوام بگم که در عین اینکه با اسرائیل رابطه بسیار مستحکمی دارن و این مسئله دولت خودگردان رو هم برجسته میکنن، بهانه هم دارن که یک جانبه نیستن در جریان رابطهشون با فلسطینی ها. بسیار سپاسگزارم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.